آمار جانگداز قربانیان کرونا در 460 شهر از 133,700 نفر گذشت. معاون وزیر بهداشت: در 43 شهری که اعلام کردیم که بعداً هم ممکن است بیشتر بشود، همه شهر تقریباً تعطیل است به جز موارد ضروری. ما چاره دیگر به غیر از این متاسفانه نداریم. چاره دیگر غیر از این نداشتیم. زالی: 6050 بیمار کرونایی در تهران بستری و 1800 تن از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. از دیشب 850 بیمار بستری و فقط 500 نفر ترخیص شدند. از نظر مرگ و میر هم همچنان آمارها در تهران افزایشی است. مهرز: نمیدانید چه خبر است. آدم وحشت می کند وقتی می بیند مریض منتظر است جا خالی بشود، توی راه رو یک کپسول اکسیژن بهش بسته شده است. عضو شورای شهر تهران: تعداد فوتی‌های پایتخت به 150 و 160 نفر رسیده که نسبت به اردیبهشت 15 تا 20 برابر شده است. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ: بهشت زهرا در شرایط بحرانی قرار دارد. دانشگاه علوم پزشکی کرمان: فوتی‌های کشور تا بهمن به حدود 79 تا 80 هزار نفر می‌رسد، یعنی 40 هزار نفر دیگر فوت می‌کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز دوشنبه 5 آبان 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 460 شهر از 133,700 نفر گذشت. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 4,736 نفر، در آذربایجان غربی به 3,871 نفر، در البرز به 3,698 نفر، در اردبیل به 1,493 نفر، در اصفهان به 7,372 نفر، در ایلام به 1,104 نفر، در تهران به 32,241 نفر، در خراسان رضوی به 10,042 نفر، در سمنان به 2,012 نفر، در سیستان و بلوچستان به 3,601 نفر، در فارس به 3,496 نفر، در قزوین به 1,342 نفر، در قم به 5,785 نفر، در کردستان به 2,396 نفر، در کرمان به 2,085 نفر، در کرمانشاه به 2,863 نفر، در لرستان به 5,728 نفر، در مرکزی به 1,877 نفر، در هرمزگان به 1,670 نفر و در یزد به 2,041 نفر رسیده است. رئیسی معاون وزیر بهداشت رژیم گفت تقریبا تو 43 تا شهری که ما اعلام کردیم که بعداً هم ممکن است بیشتر هم بشود یا تغییر بکند از شهری به شهر دیگر، حتما همه شهر تقریبا تعطیل است به جز موارد ضروری که باید باز باشد و ما هم چاره دیگر به غیر از این متاسفانه نداریم. ما خیلی سعی کردیم بالاخره اختلالی تو زندگی مردم ایجاد نشود، ولی با این وضعیت چاره دیگر غیر از این نداشتیم. مینو مهرز عضو ستاد کرونا گفت ما حتی اسفند و فروردین به این شدت بیمار نداشتیم. تخت خالی پیدا نمی شود. اصلا نمی دانید چه خبر است. آدم وحشت می کند وقتی می بیند مریض منتظر است جا خالی بشود. همینطوری توی راهرو یک کپسول بهش بسته شده. ما باید چه کار کنیم که به اینجا نرسد که رسیده. حالا هم باز چجوری جلویش را بگیریم؟ الان این ماجرایی که ما داشتیم که الان بدترینه. در تمام مدت ما حتی اسفند و فروردین به این شدت بیمار نداشتیم. واقعا تخت خالی پیدا نمیشه تو بیمارستانهای معین. اینا کسایی هستن که بد حالن و باید بستری. اصلا نمیدونین چه خبره. آدم وحشت میکنه وقتی میره میبینه که مریض منتظر این که جا خالی بشه، همطوری تو راه رو یه دونه اکسیژن بهش وصل کپسول بشه. شریفی اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت زمان طلایی کنترل ویروس زمانی بود که نباید اجازه ورود بیماری به کشور را می دادیم و باید پروازها را لغو می کردیم.
اگر با این سرعتی که همکنون پیش رویم ادامه دهیم، ممکن است به جایی برسیم که دیگر بیمارستان‌های ما ظرفیت پذیرش بیمار را نداشته باشند و تخت ICU دیگری برای بیماران کرونایی بدحال نداشته باشیم. فوتی‌های ایران تا دهم بهمن ماه حدود 100 روز آینده به حدود 79 تا 80 هزار نفر خواهد رسید. یعنی ظرف 3 ماه آینده حدود 40 هزار مرگ دیگر ناشی از ابتلا به کرونا در ایران رخ خواهد داد. در تهران زالی رئیس ستاد کرونا گفت 6050 بیمار کرونا در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان تهران و 1800 بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. از دیشب 850 بیمار بستری و متأسفانه فقط 500 نفر ترخیص شدند. از نظر مرگ و میر هم در مقایسه با روزهای گذشته کاهشی مشاهده نمی‌شود. و همچنان آمارها در تهران افزایشی است. میرلوهی عضو شورای شهر تهران گفت تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا در پایتخت به 150 و 160 نفر رسیده و نسبت به اردیبهشت که تعداد فوتی‌ها حداکثر 9 نفر بود 15 تا 20 برابر شده است. برخی از کارشناسان معتقدند آلودگی هوا و کرونا با یکدیگر می توانند از دلایل افزایش فوتی ها باشند. حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت در حال حاضر سازمان بهشت زهرا در شرایط بحرانی قرار دارد که این موضوع یک حالت فوق العاده برای این سازمان ایجاد کرده. در لرستان وزارت بهداشت رژیم گفت در لرستان سخنگوی وزارت بهداشت رژیم گفت در لرستان شیب سعودی موارد ابتلا و بستری به شکل نگران کننده‌ای در حال امتداد است. علی گودرز، پل دختر، درود و کوهدشت در فهرست 43 شهرستان بحرانی قرار دارند. موارد بستری در لرستان 43 به ازای 100 هزار نفر است که با اختلاف قابل توجهی بالاتر از میانگین کشور است. موارد مرگ و میر در استان 30 نفر به ازای 1 میلیون نفر است که این نیز بالاتر از میانگین کشوری است. در کرمانشاه رئیس ستاد کرونا گفت ظرفیت فعلی تخت‌های بیمارستانی ویژه بیماران کرونایی در استان 878 تخت است. همکنون 852 بیمار بستری هستند. اگر سرعت افزایش بستری های کرونا از این فراتر رود، قطعا امکانات درمانی موجود جوابگوی بیماران نخواهد بود. هفته گذشته 80 تخت جدید اضافه شد، اما همه تخت ها سریعا پر می شود. تنها در شبانه روز گذشته 191 بیمار کرونایی جدید بستری شدند و این یعنی حدوداً هر 7 دقیقه یک بیمار. در یزد سخنگوی دانشگاه پزشکی موسوم به صدوقی گفت تا 8 صبح امروز 684 بیمار در یزد شناسایی شدند که 141 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه و 61 نفر در اورژانس بستری هستند. یزد رتبه نخست ابتلا را دارد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 5 آبان 1399